آهنگ خیلی زیبا نیاز محسنی در بزرگترین برنامه آریانا تی‌استیج اجرا کردن، واقعا زیبا بود و خوشبختانه همکار خیلی خوب ما، کسی که ما دوستش داریم و شما دوستش داره. بله دیگه، همایون افغان تبریک که بیشتر هم همراه شما ایزان شریک ساختیم، امروز همراه ما هستن و حالا هم رسیدن. افغان سلام، صبحت بخیر. بازم سلام خدمت شما رویا جان، جمشید جان، خیلی زیاد خوشحال هستم که بازم پنجشنبه فرا رسید و ما مهمان برنامه خود ما و مهمان خانه های تمام کسانی که دلبستگان برنامه صبح زندگی هستن هستیم و یک چند دقیقه گله و قصه میکنیم اگر اجازهتون باشه. خوب است. گله و قصه، ده هفته قبل نمیگفتی گله و قصه، حالا امروز آمدی بحث گله و قصه پیش آمد. چرا؟ امروز بحث گله و قصه به این معنا پیش آمد که ما یک عقب نشینی تکتیکی داشتم. شما خبر دارید؟ خبرایی که بیشتر در سوشال میدیا بود. آها هست. عقب نشینی تکتیکی. یگان تو میگی عقب نشینی تکتیکی چه قسمت؟ امیر خو مامو صاحب اول ریاست جمهوری گفتن که نیروهای امنیتی عقب نشینی تکتیکی میکنن، در حالی که روزانه صدها نفر کشته میشه. اونا گفته بودن که ای عقب نشینی تکتیکی است. خب شاید او دیگه بحثش جدا است دیگه که هدف از اونا چی بود. من در صفحه یوتیوب خود نوشته کردم، گفتم که مرا از امی کار در یوتیوب، در سوشال میدیا یا رسانه‌های اجتماعی مرا بس دیگه، من نمی‌خوام کار کنم. یک 4-5 روز نبودم، گزارش نداشتم. باز بعض اوقات رویا جان من به این باور هستم، میگم اگر می‌خوای که یک بار جایگاه خود ثابت بسازی، در چه جایگاه هستی و یا ایست کمی دوست دشمن تا معلوم بکنی، کوشش بکن که یا قدرت بتش یا امرایش یک معامله پولی داشته باش و یا میدان برشان خالی کن. از خودت چی گونه بود این عقب نشینی تکتیکی؟ من میدان خالی کردم. بله من میدان فقط خالی کردم. به نفعت بود؟ ما ایره دیگه مردم میفهمن، با جمع شما دقیق ما میفهمیم، دوستا میفهمن. ما عقب نشینی تکتیکی کردم، گفتم ما دیگه نیستم در سوشال میدیا و دیدم که اونجا چقدر خانواده های افغان که در خارج از افغانستان هستن، شاید من میگم گزارشگر خیلی زیاد است در افغانستان، همگیشان کارهای خوب میکنن، اما این بخش کاری هر کس فرق میکنن. در او بخش که من آمدم کار خود را فکر میکنم یک اندازه سابقه دار هستم مدام این بخش، خصوصا در بخش یوتیوب. یوتیوب یک راه است که وصل میسازم ما را به افغان هایی که یک عمر است مهاجر هستند، دور هستند از افغانستان. من آمدم کشورشان را بعد از 30 سال یا 4 دهه 3 دهه دوباره برشان شهرها را نشان دادم، برشان جاهای مختلف کابل را برشان نشان دادم، لحجه هایی که در اینجا تکلم میشه، افهام و تفهیم میشه، اینا را دوباره یک بار دیگه زنده ساختم. و او خانواده ها هر کدامشان با دنیای از عشق کامنت می نوشتن و یا صدای خود روان می کردن که چی یک کار کردی خودت، خاطراتشان دوباره به یادشان آوردیم. و وقت ما فاصله گرفتم در چند روز، یک هفته کم و زیاد، این خانواده ها خیلی جگرخون بودن. و می گفتن نه خیر، این کار باید نکنی. یگانه سرگرمی ما گزارش خودت بود که ما در اروپا، امریکا، استرالیا، دیگه قاره های جهان که زندگی میکنیم، وقتی از کار خسته و زلمی آمدیم، ریموت را میزدیم و تلویزیون را روشن میکردیم و میشتیم با تمام اعضای خانواده گزارش های خود را تمیدیم و یادهای از گذشته را با هم تازه میکردیم. واقعا مردم خیلی دوست دارن افغان نبود از این حقیقت ما چشم پوشی کنیم و بگویم نه افغان تو درست نمیگی، اشتباه میگی، و همگی واقعا دوست دارم به خاطر از اینکه تو حقیقت را گفتی در گزارشات و بیان کردی و همون چیزایی که بوده او را همون تو عادی به همگی نشان دادی و همی است که یک چند روز دی فاصله گرفتی، کلگشان واقعا جگرخون شدن و تشویشون، حتی بر من خیلی پیام ها رسید که افغان چرا این گونه یک پیامی را نشر کرده و چرا از سوشال میدیا کاملا فاصله گرفته. حالا دوباره برگشتی یا نه هنوز هم عقب نشینی تاکتیکیت ادامه داره؟ واقعا دوگری زگان کار نه، من رفتم گزارش از یک کپی خربوزه فروشی ساختم، بر دوستا به دست نشر روز گذشته سپردیم، از طریق صبح زندگی هم به نشر سپرده شد، در افغانستان هم دیدن و در خارج از افغانستان هم دیدن. من واقعا میخواستم یک اندازه زیادتر فاصله بگیرم از یوتیوب و همه چیز، ببینیم بار دیگه دوستا یک اندازه بیاین داخل کار شوند، اما دیدم که داخل کار یا
امی توپ را وقت گذاشتیم برشان، میدانم رها کردیم، همه به شوت زدن، هر کس آمد داخل شد، به شوت زدن خود آماده ساختن، هر کس دیگه گفت که ما فوروارد هستم، ما گلزن هستم. اما میجه گلزن و چی میگه سنگتراف و دفاع و فوروارد و هیچ کدامش معلوم نشد. مگر از اینجا سوی استفاده شد. متاسفانه سوی استفاده شد. مثلا یک تعدادشان خیلی مردانه پیش رفتن، آفرینشان، نوش جانشان. مثلا تکس هایی که نوشته کردن، تایتل هایی که نوشته کردن در صفحه یوتیوب که همایون افغان این رقم، یک تعداد گفت همایون افغان این تو کرد، یک فیسبوک به نام جعلی جور شده بود که هفته گذشته فکر میکنم گپ زدیم، حالا سه چهار فیسبوک دیگه زیاد شده. وقتی من در فیسبوک خود رفتم یک تکس نوشته کردم، گفتم دوستان ارجمندم، اینی صفحه از من، اینی صفحه‌ای که با اینی لباس هست، خصوصا پروفایلش، اینی صفحه از من نیست که با اینی لباس هم عکس ماندن. او نفر اینی صفحه مرا گرفته، چیزی که ما پوست کردیم او را گرفته گذاشته، گفته اینی آدم پیدا شده میخوای صفحه مرا دستی کنه. این خیلی برای من جالب بود، صفحه اصلی خود شاد کرده که ای جالی هست، ای جالی هست، ای برای من خیلی جالب بود. اما نه، انشالله که دوباره برگشتیم با برنامه های ایدی دیگه، بخیر با رویا جان برنامه داریم در اید و برنامه خیلی قشنگ و برنامه خوب داریم. از این لحظه یاد کردید دیگه که خودتان آماده هستین در کانسپت، ما آمادگی داریم، برنامه کلش همون افغان و رویا، بله می درخشند، درخشیدین و بازم می درخشند. ما یک عمر است، ما می درخشیم. همون گپ است که افغانستان میگه انسان از تلاش و الماس از تراش می درخشه، و این تلاش های شما هست که درخشیدین و ما هم افتخار میکنیم که خدا شمتان نکنه. جمشید جان شما میکنه در جمع از او درخشنده ها هستیم. بله باش دیگه سیالی شریکی سو استفاد کنم، هم استفاد ما واقعیت ها را گفتیم، اما ما هم چی میگن پا میگذاریم به جای پای هم کارهای خوب ما که ما هم بتونیم درخشش از آن خود بکنیم. خواهش میکنم. ما و رویا خب برای وجهی که یکی خود سابقه دار هستیم، البته سابقه دار جناب خدا کسایی هست که از یک دهم، یک و نیم دهم بودن. هدف ما در این برنامه که هستیم، ما و رویا از یعنی از دیر ما و رویا ما یک جا بودیم، بله یک جا بودیم دیگه. باز رستم بعدن فکر میکنم آمد، رستم بعدن آمد، بعد از ما آمد و ما یک صمیمیت به سزای خود را آخری ما آمدیم. فکر میکنم فعلا شما آخری هستید، یکان به آخری خودت میایی. هست خیلی کسای دیگه هم هست که بعد از ما آمدن، اما فعلا خودت نوستی دو نفر دیگه بعد از ما آمدن، بابت نظر دادن نمیتونیم دیگه، دو نفر بعد از ما آمدن، دو نفر هم بعد از ما آمدن دمه تو میشینن روی سکرین هستن. بله کی بوده بعد از اینا؟ یک راز است بگی، در برنامه صبح نیست بیا در من، بعض وقتا میای یکیشون یکیشون به خودتا میگه که حبیب بکمن. افغان در یک هفته که سپری شد چطور بود کارها، چطور بود گزارشات، بخصوص بعد چند روزی که خود فاصله گرفته بودی و رفتی گزارش بعد از عقب نشینی تا تهیه کردی، چگونه بود دید مردم، نظر مردم در این راستا؟ ما گفتم که یک گزارش تهیه کردم، پس از یک گزارش که خربوزه، بله اما میخواستم مارکت خربوزه برام ببینم که امسال وضعیت خربوزه فروشا باشین، دهقانایی که از سمت مزار شریف، سمنگان، کندوز، لشکرگاه، کندهار از اونجا خوب زمینای خود را وقف کردن به خاطر از اینکه خربوزه یا تربوز بکارن، اونا امسال که آمدن چقدر خوش هستن از حاصلات امسال خود. مثلا سال گذشته وقتی من رفتم به مارکت خربوزه، رویا جانم یادش هست که از موتره که از کندوز آمده بود تا اینجا، در این سالنگا از بس که پایین و بالا خورده بود، تربوزا شکست کرده بود، کمیده بود، شیرین هم بودن. از قسمت عقب یا قسمت نهایی موتر، این موترهای 16-20 که میگن یا موترهای باربری که هست، آب میچکید، آب میچکید، آب تربوز، و نفر گفت که در 16,000 یا 20,000 افغانی این موتر امو دهقان کرا گرفته بود که امی تربوزای مرا تا مارکت میوه کابل برسان. وقتی جا آمد دید که کلش خراب است، اونم 16,000 افغانی نیم بسته موتر پوره نمیکرد، فرار کرده که از به خاطر از اینکه پیسه موتر چه قسمه، کرای موتر چه قسمه. من امسال هم میخواستم که برام از اونجا گزارش تهیه بکنم، اما با یکی از خربوزه فروش های خیلی کاکه که از کودامن زمین بود، بچه کودامن بود،
انقدر با شرف بود، انقدر با شخصیت، انقدر مهمان نواز بود. گفتم خیلی یک دانه خربوزه بدل خود بته برام. یک دانه خربوزه را گرفت، بعد است خود پاره کرد، خوردیم که چقدر مزه شیرین بود، چقدر شیرین بود. سبز مغزم بود. باز این فلسفی از زیره با ما گفتن. شما هم شاید شنیده باشین که یک میگن یک رقم خربوزا گرم است، یک رقم خربوزا است سرد است و چه رقم تو یک پک داره. باز اونا گفتن در سمت شمال افغانستان خربوزه‌هایی که زر میشه یا حاصلات خربوزه هیچ ضرر نداره به صحت، بر گلون، شیرینیش، همه چیزش و لذت شون خیلی خوب است. یعنی سردگونه است. اما سمت جنوب غرب ما لشکرگاه و قندهار کسته او هم خیلی زیاد شیرین است. مگر یک مشکل وجود داره که گلو نمیزنه، مثلا گلو درد میسازه، گلوکوزش خیلی بالاست. اینی گپه کار داره. مگر هم او خربوزایی که سبز مغز است او با دیگه پار نداره. دور از دلتان خوردیم نوش جان. و میخواستیم که براتون بیاریم. خب دوستا هم در جریان هستن که به خاطر وضعیت کرونا ما نمیتونیم داخل یک چیز بیاریم، اجازه نداریم. اجازه نمیشه. نمیتونه. یک دونه چاکلت هم بذارم برای خاطر راست میگه. اما وعده میکنم براتون که یا خربوزه براتون یک روز حتما میارم و یا ایست که از اون بولانه تنوری شارنو اونجا چند نفر بچه‌ها پخته میکنن. واقعا باز ما که میریم برام میفهمین فرمایشی پخته میکنن. فرمایشیش چی است؟ کدو، یک کمک گندنه، یک کمک کچالو. کدو گندنه یک خاصیت داره که لشم است. این وقتی که در تنور میدنه کل از کدو یک بغل سر میکنه، یک بغل امی بولونی خالی میمونه، یک طرفش پر میشه. باز به خاطر اینکه ایره ما خودم گفتیم بهش این شکل مخلوط بکنین، یک کمک کچالو هم دهو مکس بکنین که خاصیت چسبناک را داره. افغان سه ما صبحانه نخوردیم دیگه. این حالا از بولانی شارنه بیاد کردی، واقعا خیلی مزه دار است. من دوبار امتحان کردم، خیلی مزه دار است. باز خودت میری بر خود اسپیشال جور میکنم. پیش خانه رستم شون است، باید هر روز بر ما بیاره. هر روز بیاره. هر روز باید بیاره. روز حوصله که او برای که اوقع مصرف بکنه سر ما. جرات ما رستم جریمه هم میکنه به می خاطر. شاید برنامه هم ببینه رستم دیگه. نه باز بخیر شنبه که آمد بر ما از آن بولانی تنوری طرف شارنه باز بیاره. تشکر افغان جان از اینکه آمدی صحبت شنید تا همراه ما شریک ساختی و اشتهای ما رو زیادتر ساختی با گپایی که داشتی و بولانی میکس که خود گفتی همراه کچالو میکس شد و چسبندگی پیدا میکنه و راحت‌تر میتونیم بولانی کدو برای خود ما تیار کنیم. زنده باشین. برنامه رو دیگه خلاص بکنیم. فکر میکنم وقت ما هم قدر بود، تمام شده. من میرم یک آمادگی میگیرم، یه نان روغنی از می بیرون میارم، یک کمک بوره و یک گلاس چای شیرین با نان روغنی امروز میخوریم. کار نیک میشه. خوب است. نان روغنی دیگه یک خانم است، نان تندوری پخته میکنم قدر ما. بسیار خوب. چند تا زوره میارین؟ فکر کنم سه دانه بس میکنیم. سه دانه بس. ما شما دو نفر سه یا ما پوپل چهار. صفت جانم صفت پنج انجینر صاحب شش نفر هستیم. مثلا انجینر صاحب شب خو خرترکم ده بود جسم تو میشه کلاگی کرترکم دلست دیگه گفت فایبر یک ده دان از اونان میارم. نه زیاد میشه، ده تا میشه نان کفایت میکنه. تشکر از اون عزیز علی هر کس کم کنه. تشکر، سلامت باشی. صرف جویی که خوب است، بخاطر که حالا پکیج صرف جویی هم میریم که قدر اسراف نباشه. خیلی خوب، ما میبینم ببینم این پکیجتون چگونه است. بله دیگه، پکیج تقدیم شما. از همکار خوب ما معین افغان همچنان که در صبح زندگی با ما بود، بسیم معلوماتی را میبینیم. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.